ترور راننده یک وکیل پارلمان ادعای طالبان مبنی بر ادامه حضور دولت کابل در مسند قدرت. اشرف غنی برای مهار موج سوم کرونا آمادگی کامل داریم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. برای آگاهی از اخبار جدید روز چینل ون اسمارت را سابسکرایب نمایید. خبرگزاری افق می نویسد اشرف غنی برای مهار موج سوم کرونا آمادگی کامل داریم. اشرف غنی رئیس جمهور می گوید حکومت برای مهار موج سوم کرونا آمادگی کامل دارد. آقای غنی دیروز یعنی یک شنبه 9 جوزا در نشست با مسئولان وزارت صحت آمد. ضمن بحث به خاطر آمادگی های حکومت جهت مهار موج سوم کرونا پلان آنان را شنیده است. رئیس جمهور غنی گزارش داده است که وزارت صحت عامه در خصوص مدیریت منابع اقدامات برای آینده، افزایش هماهنگی و تشخیص محدودیت ها ارزیابی کرده و گفته است که حکومت به خاطر مهار موج سوم کرونا آمادگی کامل دارد و نهادهای بین المللی صحی با منظور همکاری های مفید و مؤثر تعهداتشان را با افغانستان به گونه کامل عملی می نمایند. سرپرست وزارت صحت عامه گفته است که با استفاده از تجارب دو موج گذشته ویروس و کرونا در سیستم ظرفیت کافی به میان آمده است و با افزایش ظرفیت یعنی تست کرونا یعنی PCR و فراهم ساختن اکسیژن به موقع برای بیماران پلان منظم ترتیب شده است. اشرف غنی گفته است که در رابطه به پیشنهاد وزارت صحت عامه مبنی بر رفع کمبود ادویه‌جات و تجهیزات طبی رسیدگی عاجل صورت می‌گیرد. او افزوده که ادارات ولایات ضمن آگاهی دهی به مردم بیشتر منسجم شوند و مسئولیتشان در زمینه استفاده از منابع واضح گردد. افغانستان در حال حاضر با موج سوم کرونا مواجه است و جهش این موج در مقایسه با دو موج گذشته شدید است. بر اساس آخرین آمار در شبانه روز گذشته 929 بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شده و در این مدت 25 بیمار نیز جان باخته است. بر بنیاد گزارش رسمی وزارت صحت که دیروز یک شنبه 9 جوزا منتشر شد، شمار مجموعی فوتی های ناشی از کووید 19 در افغانستان به 2944 نفر رسیده است. همچنین با ابتلای 929 نفر در 24 ساعت شمار کل بیماران کووید 19 در کشور به 71690 تن اعلام شده است. با گسترش موج سوم این ویروس مکاتب و دانشگاه ها در 16 ولایت تعطیل شده است. سرپرست وزارت صحت عامه از مردم خواسته است تا خطر ناشی از ویروس کرونا را جدی بگیرند و اگر چنین نشود منتظر معجزه نباشین. این در حال است که ادعای طالبان مبنی بر ادامه حضور دولت کابل در مسند قدرت. طالبان مدعی شدند باقی ماندن دولت بر مسند قدرت افغانستان را به سوی فاجعه می برد. پارستودی می نویسد با گزارش رادیو دری طالبان با انتشار مطلب در وبسایت رسمی این گروه نوشت همزمان با خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان تلاش های دولت این کشور برای باقی ماندن در قدرت افزایش یافته است. این در حالی است که دولت افغانستان بارها آمادگی های خود را
برای برگزاری مذاکرات صلح بین الافغانی اعلام کرد، اما طالبان به بهانه های مختلف در این زمینه مانع تراشی میکنند و قصد دارند از راه جنگ و کشتار مردم را در دولت سهیم شود و قدرت را بازور به دست بیاورد. همچنان اشت صبح می نویسد راننده یک عضو مجلس نمایندگان در شهر چاریکار کشته شد. اشت صبح پروان راننده سامی عزیزی صادات نماینده مردم پروان در مجلس نمایندگان شام روز یکشنبه 9 جوزا از سوی تفنگداران ناشناس در مرکز شهر چاریکار ترور شده است. یک منبع معتبر امنیتی به اشت صبح گفت که راننده این عضو مجلس نمایندگان از سوی مردان موترسایکل سوار در چند قدمی دفتر والی پروان در مربوطات حوزه اول شهر چاریکار ترور شده است. به گفته منبع مقتول فضل نام داشت و از چند سال به این سو با سامی صادات نماینده مردم پروان کار میکرد. مقام های امنیتی پروان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتن. گوشه از یادداشت های رئیس دانشگاه البیرونی پایین بودن سطح ظرفیت و تعهد ملی، بلند بودن سطح توقع، پایین بودن سطح مسئولیت پذیری و تلاش، عدم موجودیت روحی همگرایی، توسل به تن پروری، ظاهرگرایی، تعصب، تبعیض و مسائل و مفاهیم تفرقه جویانه، موجودیت سیستم های آموزشی غیر معیاری و نابرابر با شرایط و نیازمندی های روز، موجودیت رهبران و دلالان قومی، محیطی و سمتی استفاده جو، موجودیت رسانه های دیداری و شنیداری نامتحد، وابسته و موظف در راستای پخش و نشر خشونت و مفاهیم غیر مفید و متضاد با ارزش ها، واقعیت ها و نیازمندی های اساسی جامعه، عدم تحقق شایسته سالاری به گونه واقعی، نبود سیستم عدلی و قضایای پاک و مستقل، عدم تحقق عدالت، تجمع و حضور افراد غیر واجد شرایط، استفاده جو و نامتحد در مراجع نهادهای ملی، آن بودن باور اعتکاب داشته ها و توانایی های دیگران، مسئولیت گریزی و عدم توجه به مسئولیت های فردی، اخلاقی و ملی از جمله عوامل اصلی عدم بهبود می باشد. تشکر از این که با ما بودید. منتظر پیشنهادات و انتقادات سالم شما هستیم. تا ویدیوی دیگر، بدرود.